سلام گرم به شما شنوندگان و بینندگان این برنامه و همچنین سلام به مهمان امروز ما آقای حمید تقوایی. آقای تقوایی ممنون که به ما فرصت دادید که بار دیگر با هم باشیم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم از دعوت شما برای این برنامه. آقای تقوایی تقریبا دو روز مونده به انتخابات و در رفراندوم رفراندوم استقلال کردستان، خواستم اگر موافق باشید ببینیم این تاریخچه‌اش به چه شکله. آیا شما ویژگی خاصی رو میبینید که امروز ما شاهد این رفراندوم هستیم؟ خواست استقلال کردها سالیان سال است که مطرحه. چرا در چنین مقطعی این اتفاق داره میفته و بعد ببینیم آیا این چه تأثیراتی میتونه در روند زندگی مردم کردستان و توی مناسبات سیاسی اقتصادی منطقه داشته باشه؟ بفرمایید. خب همونطور گفتید، خواست استقلال و کلا خواست رفراندوم این خواست قدیمی کردها در منطقه است، در هر در کشورهای مختلف، فقط هم در عراق نه. ولی اینکه امروز در عراق این خواست به جلو رونده شده و مطرح شده، خب به خاطر ویژگی هایی هست که شرایط کردستان عراق داره. میدونید که از حدود بیش از 25 سال قبل، از مقطع جنگ اول خلیج، نیروهای احزاب دانشنس کرد در کردستان عراق به قدرت رسیدن و یک نوع دولت خودگردان تشکیل دادن که بهش میگن دولت اقلیمی. از طرف دیگه شرایط عراق کاملا به هم ریخت بعد از دو حمله آمریکا به اون کشور و نیروهای قومی، عشیرتی، مذهبی، شاخهای مختلف اسلام و غیره به جون هم دیگه و به جون مردم افتادن و یک هرج و مرج و یک افسار گسیختگی در کل جامعه به وجود اومد و شیرازه جامعه اصلا پاشید. ولی خب کردستان به خاطر اینکه در همون ابتدا به اصطلاح در مقابل صدام موضع گرفت و همراه نیروهای آمریکایی بود، تونست از این شرایط خودش رو بری نگه داره و یک جامعه نسبتا متعارفی در منطقه کردستان در این چند ساله به وجود اومد و حکومت خود ناسیونالیستا یا طبقه سرمایه‌دار بورژوازی کردستان که تا حد زیادی هم خود مختار بود. این از طرف دیگه دولت آمریکا در زمان بوش پسر اعلام کرد که یک استراتژی داره برای شکل دادن به خاورمیانه بزرگ و در اونجا حتی صحبت از این شد که عراق را به سه کشور مختلف تقسیم کنند. در کشاکش‌های بعدی که با عروج داعش در عراق به خصوص شکل گرفت، نیروهای کرد، نیروهای به خصوص حزب بارزانی و همچنین کردهای سوریه در کنار آمریکا و تحت فرماندهی ارتش دولت آمریکا قرار گرفتن در مقابل با داعش و نیروهای اسلامی. این فاکتورها، چه فاکتورهای منطقه‌ای چه فاکتورهای داخلی، اجازه داد که به اصطلاح بحث استقلال کردستان عراق بر زمینه شرط جدید موضوعیتی پیدا کنه. من فکر می‌کنم ناسیونالیست‌های کرد اینطور حساب می‌کنند که از نظر استراتژیک آمریکا مخالفتی نداره. خود آمریکا گفتمان این طرح رو مطرح کرده، این گفتمان رو مطرح کرده که عراق میتونه سه کشور باشه یا خاورمیانه بزرگ بعد ژئوپلیتیکش عوض بشه و غیره. بنابراین این چشمانداز رو در مقابل اونها قرار داد. از طرف دیگه هم بدونید بعد در نظر گرفت که الان احزاب حاکم در کردستان عراق با یک بحران عمیق سیاسی اقتصادی روبرون، به خاطر اینکه به قدرت رسیدن اونها اجازه داد که اون مسئله تبعیضات ملی که شاکش و درگیری بین ناسیونالیسم عرب و کرد که در زمان صدام مسئله اصلی مردم در کردستان عراق بود، با کوچهای اجباری، بمباران شیمیایی و غیره صدام به سراغ مردم کردستان عراق میومد، اونها کنار زده بشه و مردم عراق میشه گفت تا حد زیادی مسئله ستم ملی در این دو دهه اخیر حل شده. دعوا یا جدال اصلی، کشمکش اصلی در جامعه عراق بین توده کارگر و زحمتکشان هست در کردستان عراق و دولت به اصطلاح خودی، دولت همون بورژوازی خودی که در زمان صدام خیلی محبوب بود و نفوذی در جامعه داشت، امروز تبدیل شده به هدف مبارزات مردم. ناسیونالیست‌های کرد
امیدوارن که با طرح استقلال رفراندوم به اصطلاح صورت مسئله رو به نفع خودشون عوض کنن، مسئله رو ببرن سر باز ملیت و پرچم و عرق کردارتی و غیره، و صرف دیگه اینطور وانمود کنن که تا حالا هم اینطور کردن که گویا مسائل و مشکلاتشون، مسائل و مشکلاتی که مستقیما ناشی از حکومت خود اونهاست، به خاطر به اصطلاح محدودیت ها و مانع تراشی های دولت مرکزی هست و ظاهرا با جدایی از دولت مرکزی مسائل حل میشه. اینها اهدافیه که نیروهای ناسیونالیست کرد از بحث استقلال و جدایی دنبال میکنن. ولی همونطور گفتم شرط عمومی‌تر و پایه‌تر سیاسی در کل منطقه اجازه داده که این بحث رو اینها الان به این صورت مطرح کنن. آیا شما این رفراندوم و این استقلال رو اگر حالا صورت بگیره مورد تایید قرار میدید؟ بله، ما از زاویه کارگران و توده مردم زحمتکش خانین هستیم. ببینید، تا اونجایی که به رفراندوم مربوط میشه، ما فکر میکنیم هر جا مسئله ملی وجود داره، همه پرسی و رفراندوم در صورتی که در شرایط دموکراتیک آزادانه برقرار بشه جواب اصولی قضیه است. همون کاری که مثلا در رابطه با فنلاند بلشویک‌ها کردن بعد از به قدرت رسیدن، در یک رفراندوم مردم فنلاند رأی به جدایی دادن و دولت انقلابی بلشویکی اون رو به رسمیت شناخت. این مدلی است که ما دنبال میکنیم و فکر میکنیم هرچند مسئله ملی هست، نه فقط در مورد کردستان در عراق، بلکه در ترکیه و سوریه و ایران هم راه حل اصولی و راه حلی که رأی مردم به حساب میاره رفراندوم هست. ولی اینکه در هر موردی جواب چیه، آیا ما طرفدار جدایی هستیم یا باقی ماندن در کشور به اصطلاح مادر، این بحث متفاوتیه، بستگی به شرایط داره. ببینید، این رو اول باید بگم که ما اصولا دو راه حل بیشتر برای مسئله ملی به رسمیت نمیشناسیم، یا جدایی یا تشکیل کشور مستقل، و یا موندن با کشور مادر به عنوان شهروندان کاملا متساوی حقوق با بقیه مردم. راه حل سومی نیست، ترجیح ما این دومیه. یعنی ما طرفدار کشورهای هرچه بزرگتر هستیم، ما نمیخوایم دنیا به کشورهای هرچه کوچکتری بر اساس رنگ پوست و ملیت و قومیت و تاریخ و زبان و مذهب و غیره تقسیم بشه. کشورهای هرچه بزرگتر باعث میشه مردم دنیا بیشتر به هم دیگه نزدیک بشن و درد و مشکل اصلی مردم، یعنی حکومت‌های سرمایه‌داری و نه اختلافات ملی، برجسته بشه. بنابراین ما به عنوان یک اصل طرفدار این نیستیم که کشورها جدا بشن و تجزیه بشن و کوچکتر بشن. برعکس، طرفدار این هستیم هرچه بیشتر کشورها بزرگتر بشن، حتی مرز ملی یک زمانی در دنیا وجود نداشته باشه. ولی وقتی این ممکن نیست، وقتی در چشم انداز نیست، اون وقت راه حل رو جدایی میدونیم. ما راه حل‌های بینابینی مثل خودمختاری، خودگردانی، فدرالیسم غیره رو نه تنها راه حل نمیدونیم، بلکه فکر میکنیم اینها مسئله رو تشدید میکنن، اینها باعث میشن که تفاوت‌ها و تبعیضات و کشمکش‌های ملی نهادینه بشه در یک حکومت خودگردان یا یک جامعه‌ای که به موزاییک های فئودالی بر اساس ناسیونالیسم های قومی تشکیل شده. این تبعیضات، این اختلافات نهادینه میشه و خصوص طبقه کارگر هرچی بیشتر شقه شقه میشه و در مقابل هم قرار میگیره. بالقوه ناسیونالیسم همیشه کارش این بوده. به همین خاطر ما فکر نمی کنیم خودمختاری و فدرالیسم و غیره جوابه. جواب یا میتونه ماندن با کشور مادر به عنوان شهروندان متساوی حقوق باشه. وقتی میگم متساوی حقوق، یعنی از در همه جهات، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زبان، ادبیات، همه چیز، اون مردم باید بتونن به زبان خودشون، به زبان مادری خودشون فرهنگ داشته باشن، نشریه داشته باشن، تحصیل کنن، رسانه داشته باشن. همونطوری که در ایران مثلا مردم به زبان فارسی این کارو میتونن بکنن، مردم در کردستان هم باید بتونن داشته باشن. به این معنا شهروندان متساوی حقوق از هر نظر به نظر راه حل اصولی قضیه است. اگر این ممکن نبود، بحث ما وقت جداییه. تا اونجایی که بحث عراق برمیگرده، روشنه که زندگی به عنوان شهروندان متساوی حقوق در عراق ممکن نیست، در چشم انداز نیست، اصلا موضوعیتی نداره. در خود مناطق دیگه عراق هم الان تحت سلطه حکومت مذهبی، تحت سلطه نیروهای افسار گسیخته قومی و ملی و سنی و شیعه، زندگی مردم له شده، جامعه به هم ریخته است و بنابراین این در چشم انداز وجود نداره که بتونن مردم کردستان عراق به عنوان شهروندان متساوی حقوق زندگی کنن. جدایی ولی از طرف دیگه اجازه میده که اون مسئله اصلی در اقلیم کردستان که چالش و کشمکش بین توده کارگر و مردم مزدبگیر و زحمتکش است
و این مفخوران فاسدی که الان به عنوان احزاب ناسیونالیست دولت اقلیمی درست کردن و حقوق حتی کارمندان دولت و ماه به ماه نمیدن ولی خودشون ثروتشون از پارو بالا میره، این کشمکش برجسته بشه و جلو بیاد. تو وقتی به عنوان جزء از کشور عراق هست، همیشه حکومت اقلیمی این بهانه رو داره که تقصیر دولت مرکزی کمی کمی رو میگن، بودجهمون رو قطع کردن، نفت رو نمیذارن ما صادر کنیم، غیره و غیره، و به همین خاطر بس اینطوری اگه جدا بشیم بهشت برین میشه. از طرف این بهانه دارن، از یک طرف کارگر کردستان نمیتونه بلند بشه انقلاب کنه برای سرنگون کردن سوسیالیسم در یک استان، برای سرنگون کردن سرمایه‌داری و تحقق سوسیالیسم در یک استان کشوری، چون دولت اقلیمی بالاخره دولت نیست، جزئی از سیستم سرمایه‌داری در کل عراق، و مبارزه و پرنشین طبقه کارگر برای سوسیالیسم در عراق هنوز در چشمانداز نیست. ولی در کردستان به خاطر این شرایط از هم گسیخته نبوده و یک شرط نسبتا متعارفی بوده، مثل هر کشور دیگه‌ای مبارزه جدال بین طبقه کارگر و سرمایه‌دار الان برجسته است و این دو طبقه اصلی هستند که الان جامعه رو قطبی کردن. با جدایی این هرچه بیشتر به جلو رونده میشه. توجه کنید تا وقتی نیروهای ناسیونالیست کرد، احزاب ناسیونالیست کرد در اپوزیسیون بودن، علیه صدام محبوبیت داشتن، نفوذ داشتن. وقتی صدام رفت و اینا به قدرت رسیدن، به سرعت از محبوبیتشون کاسته شد، رسوا و افشا شدن، چون مردم فهمیدن که منظور اونها از کردایتی و زندواد کرد و اینا پر جیب کردن جیب خودشونه و تصمیم از گرده کارگر خودی به اصطلاح کشیدن. این رو به عینه دیدن، در تجربه دیدن. به نظر من این سیر قهقرای بورژوازی کرد با جدایی تکمیل میشه. ما از زاویه، یعنی شما فکر نمی‌کنید اگر اینها بتونن اون خواسته سالها پیش رو پیاده کنن و در واقع اجرا بکنن، اون قدرت رو برگردونن و در این ناسیونالیسم کرد بیشتر قدرت بگیره، از این جنبه به عنوان قهرمانان ملی شناخته بشن؟ در کوتاه مدت ممکنه اینطور باشه، یک رونق موقتی بازارشون پیدا میکنه، ولی به سرعت رنگ میبازه. در دوره‌ای هم که حکومت خودگردان رو درست کردن در همون سال 91 هم همین حالت رو داشتیم. مردم با هلهله و شادی پیشمرگا به شهرها وارد شدن، رهبران ناسیونالیست کرد روشونه ها بلند کردن و غیره. ولی همین مردم در بخصوص در چند سال اخیر می‌بینیم که به طور نمادینی بارزانی و طالبانی رو در تابوت می‌ذارن و خاک می‌کنن. در یکی از تظاهراتشون این کارو کردن چند سال پیش. مردم به شدت از اینا روگردان شدن. ببینید، ما همیشه گفتیم وقتی که شما این پرده و این توهم ناسیونالیسم رو از جلوی چشم مردم و کارگران کنار بزنید، اون وقت متوجه ریشه مسائلشون میشن و میفهمن مبارزه مسئله طبقاتی و نه ملی. این در یک تجربه 20 ساله 25 ساله در عراق اتفاق افتاد، در کردستان عراق، و مردم به عینه دیدن که دشمنانشون همون رهبران کردی هستند که اینقدر سنگ ملت کرد و کردارتی رو به سینه میزدن. دارن به عینه میبینن که اونها و اعوان و انصارشون تا مغز و سخان فاسدن، میلیونر شدن، میلیاردر شدن، حتی پارلمانشون دیگه کار نمیکنه، به بنبست رسیده، سر تقسیم مال و تقسیم پست و کرسی و صندلی ریاست دارن گریبان همو پاره میکنن، در حالی که توده کارگر، توده مردم، حتی معلمان و کارمندان دولت ماه به ماه حقوق نمیگیرن و زیر فشار گرانی و بیکاری دارن خورد میشن. این رو مردم دیدن و بنابراین دیگه مسئله اساسی تو کردستان ناسیونالیسم و عرق کردایتی نیست. در سال 91 اینطوری بود و اون هم تازه به سرعت وقتی نیروهای ناسیونالیسم به قدرت رسیدن رنگ باخت و جاشو داد به مواجهه مردم با کل حکومت. من فهم میکنم بعد از استقلال هم، بعد از اون جشن و پایگوبی چند ماه اول، شاید به سرعت ورق بر میگرده و جامعه کاملا قطبی میشه بین توده کارگر و در کنار اونها مردم زحمتکش در مقابل اون اقلیت سرمایه‌دار حاکم. اینطور که به هر حال قرائن نشون میده قطعا این رفراندوم صورت میگیره. امروز آقای بارزانی هم تاکید بر اون داشت، ولی ما شاهدیم که دیروز رهبران، در واقع وزیران امور خارجه کشورهای ایران، ترکیه و عراق با هم نشستی داشتن در نیویورک و این رو در محکوم کردن. شورای امنیت هم خواسته که در واقع این کار صورت نگیره. به هر حال فضای بین المللی آنچنان به نفع این کار نیست. آیا شما فکر میکنید انجام این میتونه عواقب ناگواری رو در منطقه ایجاد بکنه، یا اینکه به هر حال اینها یک بلوفای سیاسی و تاثیرش آنچنان نخواهد؟
ببینید فضای بین‌المللی رو باید با فضای منطقه‌ای جدا کرد. مخالفت دولت‌هایی مثل ترکیه، سوریه، جمهوری اسلامی خب کاملا طبیعیه. اونا نگران این هستن که این قضیه الگویی قرار بگیره برای منطقه کردستان در کشورهای خودشون و مردم کردستان مثلا در ایران هم خواستن رفراندوم بشن. نگران اینها از اینجاست. این فرق میکنه با مثلا موزه آمریکا یا اروپا یا شورای امنیت و غیره. اونها هم مخالفن. ولی همونطور که گفتم مسئله این هست که خود این مسئله رفراندوم و مسئله استقلال کردستان و سیاست های اخیر آمریکا در منطقه ایجاد کرد. بعد از فروپاشی شوروی و یک تازی های آمریکا در منطقه میدونید که جغرافی های سیاسی خاورمیانه کاملا به هم ریخت. الان سوریه بلا تکلیفه، افغانستان معلوم نیست به کجا کشیده میشه، حتی پاکستان، خود عراق، پس یمن، موقعیت عربستان در منطقه، حتی ترکیه و کشمکش ها و مثلا روکار آمدن اسلامی ها در ترکیه، تمام اینها اوضاع سیاسی منطقه رو کاملا به هم ریخته و در این آشفته بازار نیروهای ناسیونالیسم کرد هم فرصتی پیدا کردن برای اینکه پرچم استقلال رفراندوم رو بلند کنن و بنابراین در یک مقیاس استراتژیک و پایه‌ای‌تری شرایط سیاسی منطقه که مشخصا بعد از فروپاشی شوروی و با میلیتاریزم هژمونی طلبانه آمریکا تو منطقه شروع شد زمینه ایجاد کرد که الان این بسمته. اینو دقت کنید که آمریکا یا حتی اروپا آنچنان خط و نشان نکشیده، اونطوری که مثلا جمهوری اسلامی تهدید به مداخله نظامی کرده از طریق نیروهای هشت شعبی، گفته به اربیل حمله میکنن، دولت عراق گفته اگر خشونتی باشه ما با ارتش میایم سراغتون، ترکیه شروع کرده به مانور نظامی نزدیک مرزها، خب دولت سوریه هم مخالفه ولی تو موقعیتی نیست که فلان خط و نشونه بکشه. اینها با چنگ و دندون و وحشیانه به جون میخوان حمله کنن و هر وقت بحث تجزیه طلبی یا استقلال تو کشور خودشون مطرح شده این حرفا رو زدن. در مقابل اینا به نظر نباید جا زد، باید جواب اینا رو محکم داد، باید از حق مردم، از نفس رفراندوم، این یک حرکت مترقی و رو به جلوی سابایت دفاع کرد. اینکه بارزانی و نیروهای ناسیونالیست چه اهدافی رو دنبال میکنند، خب این رو باید افشا کرد، باید روایت کمونیستا، نیروهای چپ، آزادیخواه از رفراندوم، ساختمان دولت بعدی، معنی جدایی و غیره رو تو جامعه برد و اشاره داد. ولی هرچه هست نباید در برابر این خط و نشان کشیدن‌های فوق ارتجایی به کوتاه اومد. میشه به هر دلیلی بگیم رفراندوم به عقب میفته یا عملی نمیشه یا هر چیز، ولی هر دلیلی باشه دلیلش نباید توپ و تشرهایی باشه که این دولت‌های سرکوبگر منطقه الان دارن وارد میکنن. این رو هم باید دید که بالاخره این دولت‌های منطقه هم در چارچوب عمومی سیاست‌های دولت‌های غربی، روسیه، آمریکا و اروپا عمل میکنن و حرکت میکنن. نکته ای که هنوز باید توجه داشت اینه که علارغم این خط و نشان کشیدن ها، این رو نیروهای ناسیونالیست کرد میدونن که از نظر استراتژیک آمریکا دیگه اون مخالفت رو نداره که اونطور که مثلا دولت ترکیه داره یا دولت جمهوری اسلامی داره. اینا بیشتر گفتن موقعش الان نیست، یا دولت آمریکا میگه به مبارزه ما علیه داعش و نیروهای اسلامی ضربه میزنه، ما هنوز داعش رو از منطقه جمع نکردیم و همطور که میدونید نیروهای پیشمرگه کرد یکی از نیروهای متحد آمریکا در مبارزه با داعش. این نوع دلایل رو میارن، نه اینکه باید از تمامیت ارضی همه کشورها دفاع کرد یا جغرافیای سیاسی منطقه رو نباید به هم زد و غیره. این بحث ها اونطوری مطرح نیست و فکر میکنم همین اجازه میده که مثلا نیروهای ناسیونالیست کرد کوتاه نیان و خواهان برگزاری رفراندوم باشد. ولی همونطور که گفتم هدف اونا هر چه باشه در هر حال باید به عنوان یک گام به جلو در تعیین سرنوشت مردم در کردستان کمونیست‌ها و نیروهای آزادیخواه از این امر دفاع و حمایت کنند. در صحبتاتون اشاره داشتید به ویژگی هایی که به هر حال کردستان عراق داشت و باعث رسیدن به این مرحله رفراندوم برای استقلال داشت، مسئله خودمختاری و غیره، و تونسته بود این چند سال بعد از سقوط صدام یک حالت خاص خودش رو داشته باشه. این حالت رو شاید بشه در سوریه هم به خاطر وضعیت موجود دید، ولی در ایران و ترکیه همچین چیزی نیستش. این سرانجام این استقلال رو شما به چه شکل می‌بینید؟ آیا ما در آینده شاهد یک کردستان بزرگ خواهیم بود؟ چون در حداقل در ترکیه و ایران ما شاهد یک چنین چیزی حداقل بالقوه نیستیم. دید شما نسبت به مسئله چیست؟
ببینید اولا بگم که در هر کدوم از این مناطقی گفتید مسئله فرق میکنه. همونطور گفتم ما همه اینجا طرفدار رفراندوم و نظرخواهی از توده مردم هستیم، توده مردم در مناطق کردستان، ولی همه جا جدایی و توصیه نمی کنیم. در مورد ایران مشخصا ما خواهان ماندن در کشور هستیم، در کشور مادر هستیم، با برخورده از حق شهروندی کاملا مساوی با بقیه مردم ایران، همونطور که توضیح دادم. چون در ایران این در چشمنداز است. ببینید مبارزه در ایران مبارزه است که به اصطلاح از طریق اعتراض و به چالش کشیدن جمهوری اسلامی میگذره. مسائل مردم کردستان اساسا همون هست که مردم اصفهان و شیراز و تهران و بقیه شهرها. بله در کردستان ستم ملی داریم، به همین خاطر برای رفعش ما بحث تساوی کامل حقوق مردم در کردستان با بقیه ایران رو مطرح میکنیم. ولی ریشه درد مردم حکومتی هست به عنوان حکومت جمهوری اسلامی که ناسیونالیست‌ها میخوان بگن دعوا بین فارس و کرد هست، فارس ها هستن این وضعیت ایجاد کردن، در حالی که به طور عینی و واقعی توده مردم میدونن که مسئله بر سر یک حکومتی هست به اسم جمهوری اسلامی و این جمهوری اسلامی خون فارس ها رو همونقدر در شیشه کرده که بقیه منطقه ایران. به همین معنا میخوام بگم اولا در جامعه ایران پر جوش مبارزه و اعتراض خیلی گسترده است در کردستان در شهرهای مختلف و همین خاطر در چشمنداز هست که در یک مبارزه سراسری کارگران در کردستان و بقیه ایران بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و در این صورت مسئله حقوق شهروندی متساوی برای همه کاملا میتونه متحقق بشه، در اینکه چنین چیزی در چشمنداز نیست مثلا در عراق. در سوریه هم البته بس بسیار به هم ریخته است. به نظر تا تعیین تکلیف دولت مرکزی یعنی سرنوشت رژیم صدام این مسئله معلق میمونه. الان به طور دوفاکتو کردهای سوریه تونستن اونها هم نوعی خودمختاری به دست بیارن. این تا حدی با موجگیری در کنار آمریکا و در حد دیگه ای با یک نوع سازش دوفاکتو با رژیم اسد به اینجا رسیدن. بنابراین با تعیین تکلیف رژیم اسد به هر طرفی که به چرخه وضعیت تغییر خواهد کرد و به همین خاطر اوضاع در سوریه بسیار متغیره. از نظر جغرافیایی هم کردستان در سوریه مناطق مختلفی جزیره جزیره است، یعنی بین اعراب پخش شده و بنابراین مسئله جدایی در سوریه این مثلا موانع ژئوپلیتیکی هم داره. در ترکیه هم مسئله فرق میکنه چون حکومت ترکیه حکومت سرکوبگریه که در سالهای اخیر به بهانه مقابله با تروریسم داره نیروهای کرد و مردم کردستان رو به آتش کشیده و باشون میجنگه و اونجا هم مسئله حقوق شهروندی زیاد معنی نمیده. در اونجا هم هرگاه امکان رفراندوم باشه من فکر میکنم کمونیست‌ها باید جدایی توصیه کنن. میخوام بگم به این ترتیب شرایط در هر جا متغیره. اینکه جدایی کردستان و استقلال کردستان عراق الگویی بشه، الهامی بشه برای بقیه مناطق، این کاملا ممکنه و نگرانی دولت‌های مرکزی در این کشورها هم از همین است. ولی این به این معنی نیست که لزوماً همه خواهان جدایی میشن. ببینید یک نکته هم بگم، مسئله جدایی حتی اگه رأی هم بیاره چیزی نیست که فوراً عملی بشه. این یک برنامه میان مدت و دراز مدتی خواهد داشت. ولی همین بحث، همین انجام رفراندوم بنظر کافی الهام بخش و به اصطلاح الگویی میتونه بشه برای مردم در مناطق دیگه که اونها هم همین رو بخوان. این رو هم بگم در نهایت همه چیز برمیگرده به اون که اون کردستان مستقلی که از عراق جدا شده چه سرنوشتی پیدا میکنه. اگر نیروهای چپ آزادی خواه بتونن واقعا در اون کشور با ناسیونالیسم با مذهب مقابله کنن، یک دولت غیر قومی غیر مذهبی سکولار رو کار بیارن، مردم واقعا بتونن در سرنوشتشون دخالت کنن، و وقت این الگویی خواهد شد نه تنها برای مردم کردستان ها بلکه برای مردم در همه کشورهای منطقه که به اون طرف حرکت کنن. و اگه برعکس ناسیونالیست ها بتونن مسلط بشن و یه وضعی شبیه یا بدتر از اینکه در منطقه کردستان عراق هست اونجا هم پیاده بشه، این مدلی نخواهد بود و الهام بخش کسی نخواهد شد. به این معنا شرایط و سرنوشت اون کردستان مستقل بسیار تعیین کننده است در اینکه تا چه حد الهام بخش و الگوی بقیه قرار بگیره. بله سپاسگزار از توضیحاتتون. ما اگر موافق باشید بعد از این رفراندوم هم با شما گفتگویی داشته باشیم، چون
به هر حال بعد از اینکه این رفراندوم صورت بگیره و نتایج اعلام بشه، احتمالا خیلی از معادلات تغییر خواهد کرد که بتونیم در اون موقع با شما گفتگو کنیم. خیلی ممنون از اینکه به ما این فرصت رو دادید. من هم تشکر می‌کنم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.